سرخط مهمترین خبرها: ظهور و سقوط شاخه انعشابی طالبان، ملا رسول کجاست؟ مجاور زیارت در ننگرهار، یک ظاهر را به قتل رسان. یک جوان افغان در ایران به قتل رسید. و پاکستان هم برای افغانستان سفیر معرفی می کند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. ظهور و سقوط شاخه انعشابی طالبان، ملا رسول کجاست؟ شاخه انعشابی طالبان با از دست دادن شمار از فرماندهان ارشدش به طور کامل از فعالیت نظامی دست کشیده است و نیروهای این شاخه یا افغانستان را ترک کردند یا نمیخوان که با حکومت طالبان بجنگند. امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان بر بخشای از این شاخه نفوذ پیدا کرده بود و آن را تامین مالی و تسهیلاتی میکرد تا در مقابل طالبان بجنگد. از ملا رسول، رهبر شاخه انعشابی طالبان، هیچ ادلاعی در دست نیست و برخی میگویند که در پاکستان کشته یا فوت شده است. یکی از افراد بلندپایی این شاخه انعشابی به اندپندنت فارسی گفت که ملا رسول پس از تأسیس شاخه انعشابی افغانستان را ترک کرد. در ماهای اول تأسیس عالی شورای امارات اسلامی یعنی شاخه انعشابی، ملا رسول به پاکستان رفت و همان جا ماند. و این دقیقا یک ماه قبل از جنگ میان افراد ملا صایم عبدالمنان نیازی با طالبان بود. او ادعا کرد که ملا رسول در دوره نخست حاکمیت طالبان در قندهار به سر می برد و مورد حمایت ملا هیبت الله اخندزاده رهبر این گروه بود. او گفت به دلیل اینکه ملا رسول از قوم نمزه است و ملا هیبت الله اخندزاده هم از همین قوم است، اجازه زندگی به ملا رسول در قندهار را داده است، اما او وظیفه خاص در حکومت طالبان ندارد و معاش خودش و نیروهایش از طرف رهبر طالبان تامین می شود. انعشاب در طالبان. با افشای خبر مرگ ملا عمر، بنیانگذار گروه طالبان، سال 2015 در پاکستان اختلاف بر سر جانشینی او آغاز شد. شمار از فرماندهان طالبان مخالف گزینش ملا اختر محمد منصور به عنوان جانشین او بودند و او را گزینه مناسب برای رهبری این گروه نمی دانستند. اما اختر محمد منصور به عنوان دومین رهبر طالبان انتخاب شد و ملا رسول یکی از افراد نزدیک به ملا عمر شاخه انعشابی این گروه را تشکیل داد و ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. گروه طالبان تاریخ درگذشت ملا عمر را 4 سال 1392 اعلام کرده بودند. ملا رسول از فرماندهان پیشین نیروهای مجاهدین در جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود و زمانی که ملا عمر گروه طالبان را تأسیس کرد به این گروه ملحق شد و سالها در کنار ملا عمر ماند. ملا رسول در رژیم نخست طالبان والی نیمروز در جنوب غرب افغانستان و هم مرز با ایران بود. پس از آن که شبکه القاعده 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دو قلعه‌ای تجارت جهانی در نیویورک حمله کرد و طالبان از سپردن اسامه بن لادن رهبر وقت این شبکه به آمریکا خودداری کردند، ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان به سرعت سرنگون شد. ملا رسول به ایران پناه برد اما از این کشور اخراج شد و برای 4 سال در زندان حکومت پیشین افغانستان سپری کرد. او پس از رهایی از زندان دوباره به میدان جنگ بازگشت و پیشتر در غرب کشور علیه حکومت افغانستان و متحدان غربی آن فعالیت داشت. مجاور زیارت در ننگرهار، یک ظاهر را به قتل رسان. منابع محلی در ننگرهار گفتند که مجاور زیارت حریم پیر، یک ظاهر را توسط اسلحه شکاری در این زیارت به قتل رسانده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این رویداد حوالی ساعت 5 روز دوشنبه 1 عقرب در منطقه باغ پیر از مربوطات ولسوالی سرخرود رخ داده است. به گفته منابع، این مرد پس از تنش لفظی از سوی مجاور زیارت به قتل رسیده است. فرد کشته شده حدود 60 سال سن داشت و از باشندگان ولسوالی سرخرود بود. تا اکنون انگیزه دقیق قتل این مرد معلوم نیست. طالبان هم تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. یک جوان افغان در ایران به قتل رسید. منابع از ایران گفتند که یک جوان 18 ساله افغان در این کشور به قتل رسیده است.
منابع از میان پناهجویان افغان گفتند که این جوان یک شنبه شب 30 میزان در شهر تهران پایتخت ایران به قتل رسیده است. مقتول بصیر نام داشت و باشنده اصلی ولایت بغلان بود. بصیر از مدت 8 سال به این سو در ایران زندگی میکرد. علت و انگیزه این رویداد مشخص نشده است. گفتنی است که پیش از این نیز یک جوان افغان باشنده ولایت بادغیس با ضربات چاقو در تهران به قتل رسیده بود. پاکستان هم برای افغانستان سفیر جدید معرفی می کند. جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه موقت پاکستان گفته، عبید الرحمن، کاردار سفارت این کشور در کابل، به عنوان سفیر پاکستان در افغانستان معرفی خواهد شد. عبید الله پارسال به عنوان کاردار سفارت پاکستان در کابل مقرر شد و از یک سوی قصد جان سالم بدر برد. پاکستان و طالبان با وجود تنش‌های مرزی و اختلاف بر سر تحریک طالبان پاکستان روابط نزدیکی دارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، اسلام آباد سفارت خود را در کابل فعال نگه داشت و سفیر این کشور در کابل به کارش ادامه داد. پس از ختم ماموریت منصور احمد خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، عبیدالله در عقرب 14 وارد کابل شد و کارش را به عنوان کاردار سفارت پاکستان آغاز کرد. پایان مهلت پاکستان و نگرانی پناهجویان. تا اکنون هیچ اقدام عملی انجام نشده است. با نزدیک شدن پایان مهلت اخراج پناهندگان افغانستان از سوی پاکستان، فشارهای پلیس بر مهاجران به شدت افزایش یافته است. پناهندگان افغان در شهرهای مختلف پاکستان میگویند که از اخاذی، زورگویی و آزار وضعیت پلیس این کشور به سوتو آمدند. شمار از پناهجویان در مقابل دفتر یکی از نهادهای سازمان ملل از اخراج و زندانی شدن بعد از تعیین ضرب الاجل حکومت پاکستان خواستار توقف این روند شدند. همزمان با این، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تحت اداره طالبان اعلام کرده است که دولت پاکستان به برگزاری یک نشست سه جانبه با حضور سازمان ملل برای گفتگو در مورد مهاجران توافق نکرده است. پیش از این وزارت داخلی پاکستان گفته است که تمام مهاجران غیر قانونی باید تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند. این وزارت تاکید کرده که پس از این مهلت نیروهای ویژه عملیات جستجو و اخراج را آغاز خواهد کرد و نیز آنان را که گذرنامه های پاکستانی را از مرجای غیر قانونی به دست آوردند مورد آزمایش دینه قرار خواهد داد. پیش از 1 میلیون مهاجر افغانستان که از سالها به این سو در پاکستان زندگی می کنند، اکنون با خطر اخراج اجباری و زندانی شدن روبرو هستند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه‌تان.